سلام و ادب خدمت شما متعلمین گرامی. فصل دوم از کیمیای صنف نهم به آخر رسید. امروز ما شما می‌خواهیم مطالبی که در این فصل یاد گرفتیم با هم یک جای مرور کنیم و سوال‌های آخر فصل با هم حل کنیم. شاگردای عزیز نازنین، نمبر ارتباطی برنامه را از یاد نبرید. 20964-780-255-4013 که از این طریق میتونید با ما ارتباط بگیرید در فضای مجازی و کار خانگی خود را برای ما روان کنید. قبل از اینکه سوالهای آخر فصل دوم را با هم یک جای کار کنیم، میخواهیم نکات مهم درسی و خلاصه نکات را در این فصل را با هم یک جای مرور کنیم که در این فصل ما و شما چی یاد گرفتیم. در فصل دوم که به آخر رسید، ما و شما مطالب مهمی را که یاد گرفتیم اینجا برای شما آورده شده است. ما و شما در این فصل یاد گرفتیم که هیدروکاربون ها که مرکبات عضوی بسیار مهم می باشند، از دو عنصر مهم به نام کاربن و هیدروژن ساخته شده است و دارای رابطه اشتراکی می باشند هیدروکاربون ها. بعد از او یاد گرفتیم که الکان‌ها که اولین خانواده از هیدروکاربن‌ها می باشد، خصوصیاتی که داره بین اتم‌های کاربن آنها رابطه اشتراکی یگانه وجود داشت. و همچنان یاد گرفتیم با گروپ الکایل‌ها آشنا شدید. گفته شد که اگر یک اتم هیدروژن از یک مولکول الکان جدا شود یا کم شود، در این صورت گروپ جدید تشکیل می شود به نام گروپ الکایل ها. اگر فرمولشان هم بیادتان باشد، الکان ها را ما گفتیم که فرمولی که دارد CnH2n جمعی دو بود. پس بنابراین فرمول الکایل ها که یک اتم هیدروژن نسبت به الکان مورد نظر خود کمتر دارد، پس فرمول آن می شود CnH2n جمعی یک. یک تا از اتم های هیدروژن آن کم شد. فرقی بود که بین الکایل ها و الکان ها وجود داشت. و همچنان با ساختار ایزومر ها شما آشنا شدید. شما یاد گرفتین که به دو مرکب زمان ایزومر گفته می شود که دارای فرمول مولکولی یکسان، یعنی تعداد و نوع اتم های آن یکسان می باشد، اما فرمول ساختمانی و خواص آنها از هم فرق داشته باشد. یعنی اتم ها در دو مرکب به شیوه های متفاوت به هم متصل شده باشد، ساختمان فرمول آنها فرق داشته باشد با هم، که در این صورت خواص آنها هم با هم دیگه فرق می داشت که به آنها ایزومر گفته می شد. بعد از او با مرکبات دیگه از هیدروکاربن ها، الکین ها و الکاین ها آشنا شدیم. یاد گرفتین که الکین ها به هیدروکاربن های گفته می شود که دارای رابطه دوگانه در ساختار آنها بود، و الکان ها هم یاد گرفتین که هیدروکاربن هایی می باشد که در ساختار آنها رابطه سگانه موجودیت داشت، که به این هیدروکاربن ها هیدروکاربن های غیر مشبوه هم گفته می شد که در تعاملات کیمیاوی بسیار دوست داشتن که شرکت کنند به خاطر ساختارهای سگانه، رابطه های سگانه و دوگانه ای که در آن وجود داشت. بعد از او یاد گرفتین به عنوان نکته که در هیدروکاربن های مشبوه
یعنی هایدروکاربون هایی که رابطه ما بین اتم های کربن یک رابطه یگانه بود. این قسمی هایدروکاربون ها تعاملات تعویضی را انجام داده می توانست. اما هایدروکاربون های غیر مشبوع که در ساختارشان رابطه های سگانه و دوگانه موجودیت داشت بیشتر تعاملات جمعی را انجام داده می توانست. این دیگه از فرق هایی بود که بین مرکبات یا هایدروکاربون های مشبوع و غیر مشبوع بود. در آخر فصل هم شما باز با مرکبات اروماتیک ها آشنا شدید. یاد گرفتید که مرکبات اروماتیک مرکبات عضوی است که بسیار معطر است و همچنان از زغال سنگ و نفت پیدا می شود. منبع تولید آنها زغال سنگ و نفت می باشد. بنزین را شما یاد گرفتید که اولین مرکب و ساده ترین مرکب از خانواده اروماتیک ها بود که با شعله زرد رنگ دوددار می سوخت. و همچنان مرکبات اروماتیک را یاد گرفتین که در صنعت دواسازی و ساختن رنگ ها از آن استفاده می شود. در صنعت دواسازی اگر یادتان باشه گفتیم که در دواهای آسپرین و تتراسایکلین مورد استفاده قرار می گرفت. این نکات مهم درسی بود که در این فصل ما و شما یاد گرفتیم و با هم یک جای مرور کردیم. حالا می‌خواهیم با توجه به مطالبی که در این فصل یاد گرفتیم، سوال‌هایی که در آخر فصل آمده ما و شما با هم کار کنیم و حل کنیم. سوال هایی که در کتابچه های شما موجود است در کتاب درسی شما به چند بخش تقسیم شده است که بخش اول آن این قسمی است. هر سوال زیر 4 جواب دارد که یکی از آن صحیح می باشد و 3 جواب دیگر غلط می باشد. جواب درست سوال ها را در کتابچه های خود نوشته کنید. خب می رویم ببینیم سوالات چی است. سوال اول، گفته شده هایدروکاربون های زنجیری یا الیفاتیک ها به کدام یکی از سلسله های زیر تقسیم شده است؟ الف، الکان ها و سایکلو الکان ها، ب، الکین ها و الکاین ها، جیم، سایکلو الکان ها و اروماتیک ها، و گزینه آخر، الکان ها، الکین ها، الکاین ها و سایکلو الکان ها. خب ما اگر در ابتدای درس یادتان باشد، ما به شما دو تقسیم بندی را اشاره کردیم، گفتیم هایدروکاربون ها به دو دسته منقسم می شد، الیفاتیک ها و اروماتیک ها. الیفاتیک ها را یا هایدروکاربون های زنجیری را به شما یادآوری کردیم و مثال زدیم و گفتیم به مرکباتی گفته می شد الکان ها، سایکلو الکان ها، الکین ها و الکاین ها. اینها را برای شما در ابتدای فصل گفته شد. پس جواب صحیح میشه گزینه دال که الکان و الکین و الکاین و سایکلو الکان ها می باشد که در دسته الیفاتیک ها قرار می گیره. سوال دوم، اگر یک اتم هایدروژن میتان با یک اتم کلورین تعویض شود کدام یکی از مرکبات زیر حاصل می شود؟ الف CH3Cl، ب CH2Cl2، جیم CHCl3، دال CCl4. خب ما برای که فرمول مورد نظر رو در گزینه ها پیدا کنیم کافی است که فرمول میتان رو نوشته کنیم برای تخت سیاه و به جای یک اتم هایدروژن آن یک اتم کلورین را تعویض کنیم و جایگزین کنیم. ببینیم که فرمول به چه قسم می شود. خب فرمول میتان قسمی بود اگر یادتان باشد CH4 بود که اولین مرکب از سلسله الکان ها بود. گفته شده که یک تا اتم هایدروژن از آن کم میشه و به جایش اتم کلورین قرار میگیره. خب یک تا اتم هایدروژن از آن کم شه و ساختار میشه CH3. به جایش گفته یک اتم کلورین قرار بیتیم، یک اتم Cl قرار میتیم. فرمول مورد نظر میشود CH3Cl. خب در گزینه ها دقت کنیم کدام گزینه مرکب CH3Cl قرار گرفته شده است. خب گزینه الف CH
سه سیل شما مشاهده میکنید که مرکب مورد نظر مشاهده میشود. پس جواب صحیح میشه گزینه الف. سوال سوم، فرمول عمومی مرکبات سلسله الکاین ها عبارت است از گزینه الف سی انش دو ان، گزینه ب سی انش دو ان جمع یک، گزینه جیم سی انش دو ان منفی دو و گزینه آخر سی انش دو ان جمع دو. ما در متن درس با فرمول های عمومی مرکبات هیدروکربن های مختلف با شما کار کردیم که بسیار مهم است. الکان ها را گفتیم فرمول عمومیشان چه است؟ CnH2n جمع 2. الکایل ها CnH2n جمع 1. سایکلو الکان ها CnH2n. الکاین ها را که ما شما یاد گرفتیم در متن درس فرمول عمومیش است CnH2n منفی 2 یاد گرفتیم. خب به گزینه ها دقت میکنیم کدام گزینه CnH2n منفی 2 است. در گزینه جی ما مشاهده میکنیم فرمول مورد نظر را. پس جواب صحیح می شود گزینه جی. سوال چهارم، مرکبات هیدروکربن های سلسله الکین ها صرف بین دو اتم کربن خود یکی از رابطه های اشتراکی ذرات دارد. رابطه یگانه، رابطه دوگانه، رابطه سگانه یا که رابطه چهارگانه. خب در ساختار الکین ها اگر یادتون باشد در متن درس گفته شد که به مرکبات گفته می شود که رابطه بین دو اتم کربن یک رابطه دوگانه بود. پس جواب صحیح می شود گزینه ب، رابطه یگانه مربوط به الکان ها بود، رابطه سگانه هم مربوط به الکاین ها بود، رابطه چهارگانه هم که در ساختار کربن ها موجود نیست. پس جواب صحیح میشه گزینه ب. سوال پنجم، مرکب اولی سلسله الکاین ها کدام است؟ خب شما از هر هیدروکربن باید مرکب اولی اون را یاد داشته باشید و که بسیار مهم است به ذهنتون بسپارید. مرکب اولی سلسله الکاین ها مرکب چی است؟ متان میتونه باشه، پروپان، استیلن یا اتیلن. مرکب استیلن گزینه جی که رابطه ما بین دو اتم کربن یک رابطه سگانه بود. اتیلن که در گزینه دال آورده شده است مربوط به اولین مرکب از سلسله الکین ها بود. میتان هم اولین مرکب از سلسله الکان ها بود. پروپان هم که یک نوع الکان بود که جزء مرکب اولی محسوب نمیشد. پس جواب صحیح میشه گزینه جی. خب رسیدیم به بخش دوم سوال ها. بخش دوم سوال های کتاب درسی تون این قسمی است. طرف راست صفحه سوال ها و طرف چپ صفحه جواب های آن نوشته شده است. شما شماره جواب صحیح را در مقابل سوال مربوط آن در داخل قوس در کتابچه های خود نوشته کنید. خب ستون سوال های قسمی است. ستون جواب ها را برای شما داده شده است. از بین جواب ستون جواب ها جواب مورد نظر را پیدا میکنید و به داخل قوس در مقابل سوال ها نوشته میکنید. سوال اول، گفته شده هیدروکربن های غیر مشبوع چی نوع مرکباتی می باشند؟ خب به گزینه های جواب ها دقت کنید. گفته شده بوی تون دارد، سایکلو الکان، سی انش دو جمع دو، پنتن، رابطه یگانه، مرکباتی است که اتم های کربن آن توسط اتم های هیدروژن مشبوع نشده باشد. گزینه نمبر 6 میتونه جواب سوال مورد نظر ما باشه که هیدروکربن، تعریف هیدروکربن های غیر مشبوع می باشد. سوال بعدی، نام مرکب C5H10 عبارت است از. خب با ستون جواب ها دقت میکنید. برای اینکه نام مرکب مورد نظر را پیدا کنید C5 با فرمول آن دقت کنید. C5H10 فرمول عمومی آن چه قسمی است؟ میشه CnH2n
N. فرمول را برای تخلصه با تان نوشته میکنیم که به طور واضح شما مشاهده کنید. C 5 H 10. خب فرمول عمومی آن چه قسمی میشود؟ C N H 2 N که N تعداد اتم های کربن است که اگر جایگزین کنیم میشود E. C 5 2 ضرب 5 میشود 10. پس فرمول عمومی آن قسمی است. C N H 2 N و ستون جواب ها دقت کنید. و ستون جواب ها به دنبال جواب اگر بخواهیم بگردیم گفته شده که سایکلو الکان می باشد. CNH 2N جمع دو که نمیتونه باشه، غلط است. پنتن میتونه باشه. در نمبر شماره 4 پنتان برای شما نوشته شده است شاگردا که شکل صحیحش قسمی است پنتن. جواب صحیح هم می شود همین گزینه که با توجه به فرمولی که مرکب مورد نظر دارد. برای تخته‌سیا دوباره مشاهده می کنیم. نام این مرکب مورد نظر می شود پین تین با پسوند ای این ای که اگر یادتان باشه در الکین ها که پسوند ای این ای داره فرمول عمومی آنها سی این ایش دو این می باشد. پس مرکب مورد نظر یک چی می باشه؟ یک الکین می باشد که نامش چون پنج اتم کربن داره میشه پن تن که در گزینه ها نمبر 4 را شما دقت کنید شاگرد ها. در نمبر 4 که گفته شده پنتان شکل صحیحه آن می شود پن تن که بر روی تخته سیاه برتان نوشته کردم که در اینجا اشتباه تایپ شده است. خب سوال هشتم در هایدروکاربون های مشبوع بین دو اتم کربن مجاور کدام رابطه وجود دارد؟ گفته هایدروکاربون های مشبوع. پس در هایدروکاربون های مشبوع رابطه ما بین دو اتم کربن یک رابطه یگانه است. به دنبال جواب می‌گردیم در ستون جواب ها. رابطه یگانه در نمبر 5 نوشته شده. پس جواب صحیح میشه نمبر 5 که به داخل قوس در این قسمت نوشته میکنید. سوال نهم C8H16 چی نوع هایدروکاربن میباشد؟ خب برای اینکه ببینید چی نوع هایدروکاربن میباشد باز C8H16 را سعی کنید که فرمول عمومی آن چه قسمی است و به دنبال جواب آن به داخل ستون جواب ها باشه. خب C8H16 فرمول عمومی چی می شود؟ CNH2N می شود. خب فرمول عمومی CNH2N یا مربوط به سایکلو الکان ها می باشد یا مربوط به الکین ها می باشد. خب به داخل ستون جواب ها می گردیم به دنبال جواب صحیح. گفته بویتون دارد یک سایکلو الکان می باشد CNH2N جمع دو که مربوط به الکان ها می باشد که جواب صحیح نیست. گزینه 4, 5 و 6 هم که انتخاب شده است. پس جواب صحیح می شود گزینه 2 که مربوط به یک سایکلو الکان می باشد. C8H16 با توجه به فرمول عمومی که دارد CNH2N یک هایدروکاربن می باشد از نوع سایکلو الکان. بخش آخر سوال های کتاب شما شاگرد ها به این صورت است. جمله های زیر را با دقت بخوانید و بعد جمله های صحیح را با حرف صاد و جمله های غلط را با حرف غین مشخص نمایید. سوال قسمی است. فرمول کیمیاوی مرکب استیتیلین C2H2 می باشد.
خب مرکب استیلین که ساده ترین مرکب از سلسله الکاین ها بود، اگر یادتون باشد، رابطه ما بین دو اتم کربن یک رابطه سگانه بود. خب باز فرمول مورد نظر رو ببینیم که صحیح هست یا که غلط، بر روی تخته سیاه فرمولش رو نوشته میکنیم. C2H2 گفته شده که یک مرکب استیلن می باشد با فرمول کیمیایی مورد نظر استیلن. خب دو اتم کربن داره، رابطه ما بین اتم کربن یک رابطه سگانه است. چون اتم کربن چهار رابطه را تشکیل دادن میتونه، سه رابطهش که در قسمت تکمیل شده است میمانه یک رابطه که با اتم هیدروژن رابطه را تشکیل میدهد. پس فرمول مورد نظر میشه C2H2. پس فرمول استیلن C2H2 صحیح میباشد. پس به داخل قوس نوشته میکنید حرفی صاد را. خب سوال 11 C7H12 یکی از مرکبات سلسله الکان ها می باشد. خب به این خاطر که می‌بینید که جمله صحیح است یا که غلط، باز به فرمول دقت کنید. C7H12 سعی کنید دقت کنید که فرمول عمومی آن چی میتونه باشه. C7H12 رو برای تخته سیاه نوشته می‌کنیم. C7H12 فرمول عمومیان می شود CnH. 2 ضرب در 7 می شه 14. 14 منفی 2 می شه 12. پس می شه CnH2n-2. فرمول عمومیان می شود فرمولی که برای تخته سیاه براتون نوشته کده. خب فرمول CnH2n-2 مربوط به کدام نوع هیدروکربن بود؟ مربوط به الکاین ها بود. پس وقتی گفته شده است در سوال که C7H12 یکی از مرکبات سلسله الکان ها می باشد، غلط است. باید بجاش نوشته شود یکی از مرکبات سلسله الکاین ها می باشد. چرا؟ چون فرمول آن را برای تخته سیاه با هم نوشته کردیم که می شود CnH2n-2. سوال 12 پروپان یک هیدروکربن جامد می باشد. خب اگر یادتان باشد در مرکبات الکاین ها ما و شما، چون پروپان یک الکان هست، ما و شما یاد گرفتیم که چهار مرکب اولیه الکان ها که شامل متان، ایتان، پروپان و بیوتان می باشد به شکل گاز یافت می شود. به شکل جامد یافت نمی شود. مرکباتی به شکل جامد یافت می شود که تعداد اتم های کربن آنها بیشتر از 17 اتم کربن می بود. پس داخل قوس نوشته میکنید که حرف غیر رو که غلط است. شکل صحیحش هم میشه پروپان یک هیدروکربن گازی میباشد. سوال 13 فرمول بنزین C6H6 است. خب بنزین یکی از اولین مرکب یا ساده ترین مرکب که مربوط به اروماتیک ها می بود است که برای شما گفته شد که ساختارش بسیار مهم است، یاد داشته باشین. یک ساختاری تک حلقه‌ای بود با 6 اتم کربن و 6 اتم هیدروژن. پس جو میتونید داخل قوس نوشته کنید ساد که صحیح است. سوال 14 توسط ایتیلن میوه ها به صورت مصنوعی پخته می شود. خب جو این جمله صحیح میتونه باشد. ایتیلن از جمله مرکبات یا ساده ترین مرکب از سلسله الکین ها بود که برای پخته شدن میوه‌جات استفاده میشد در صنعت حمل و نقل. خب رسیدیم به بخش سوال های تشریحی که سوال ها را میخوانم و با هم یک جای تشریح میکنیم.
سوال 15 از زغال سنگ کدام نوع گاز به دست می آید؟ خب در متن درس شما خواندید و یاد گرفتید که از سوختن زغال سنگ گازهای بسیار زیادی تولید می شود. اما مهمترین آنها گازهای کاربن دای اکساید و گاز طبیعی است که می توانید در این قسمت تشریح کنید و نوشته کنید. سوال 16 غیر زغال سنگ دارای کدام نوع مرکبات است؟ باز در متن درس ما شما یاد گرفتیم که از تقطیر زغال سنگ غیر زغال سنگ به دست می آمد و از تقطیر غیر زغال سنگ هم هایدروکاربن های اروماتیک ها به دست می آمد که از جمله تالووین بود، انتراسین بود، بنزین بود و نفتالین بود. سوال 17 گفته شده از تقطیر تدریجی زغال سنگ کدام نوع مرکبات به دست می آید؟ از تقطیر تدریجی زغال سنگ غیر زغال سنگ به دست می آمد که در سوال 16 گفته شد که از غیر زغال سنگ چه نوع مرکباتی تولید می شود. سوال آخر، فرمول ساختمانی بنزین را تحریر نمایید. خب اولین مرکب از سلسله اروماتیک ها که بسیار هم مهم بود بنزین بود که ساختارش با کمک هم برای تخته‌سیاه نوشته میکنیم که ساختار مرکب مورد نظر بسیار مهم است و باید یاد داشته باشه که در صنف های بالاتر با آن بسیار سر و کار داریم. خب سوال آخر میخواهیم که ساختمان بنزین را با هم برای تخته‌سیاه یاد داشت کنیم که به نظر میرسه که تلفظ صحیح آن بنزین باشه اما پترول هم با آن گفته میشود. خب میرویم برای تخته سیاه ساختارش با هم یک جای ترسیم میکنیم و کار میکنیم. ساختارش این قسمی است. یک ساختار تک حلقه‌ای، شش ضلعی که به صورت یک درمیان دارای رابطه دوگانه میباشد. و در هر کدام از گوشه ها اتم های کاربن موجودیت دارد. پس دارای شش اتمی کاربن می باشه. هر اتم کاربن 4 رابطه را تشکیل داده می تاند. در این قسمت 1 رابطه، 2 رابطه و 3 رابطه را تشکیل داده می مانه 1 رابطه که 4 رابطه ایش تکمیل شده. 1 رابطه دیگر را با اتم هیدروژن رابطه برقرار می کند. به این صورت. پس دیدید که 1, 2, 3, 4, 5 و 6 تا هم اتم هیدروژن در ساختار مرکب مورد نظر وجود دارند. پس فرمول آن می شود C6H6 و شکل آن هم به این صورت می باشد و کاربن آن هم در متن درس اگر یادتان باشد برای شما گفته شد. خصوصیات و ویژگی های مرکب مورد نظر گفته شد که به صورت رنگ زرد رنگ دوددار می سوزه و همچنان محلل بسیار خوبی برای شحمیات می باشه و برای عنصرهای آیودین و سلفر در محیط های لابراتواری. این مرکب مورد نظر را که ساختارش یاد داشته باشید. خب درس امروز ما و حل سوال های آخر فصل دوم به آخر رسیده اینجا. امیدوارم که سوال ها را خوب حل کرده باشید و خوب یاد گرفته باشید. شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان باشد.